زمانی که شما جمع شوین قار آمستین سر من میفهمم عزیزا که دیگه نه امروز خوب جوابای خوب به سوالایتان دارم تا که شما بخیر تشریف بیارین و همه یک جا شوین ما مین لوکیشن جور کنیم با یک صدا با یک نفس بخون با سال هست ای رفیق فردا هوای آزاری صدا صدا هست ای رفیق آمدین عزیزم اینه متا خب دوستای عزیز السلام علیکم امیدوار هستم ایام به کام باشه اصحاب آرام شده باشه وضع وطن یقینا نگران کننده است همیال میشنیدم که از ایرات باستان از ایرات کهن شکایت بود یک کارشناس گپ میزد در مورد ایرات باستان اهل ایراتی خوش اختلاطی نقل و نباتی جام کلامی ماه تمامی خیار خامی او خیار خامی هر ولایت ما خصوصیات خود داره عزیزا هر ولایت زیبای ما ویژگی های خاص خود داره دوستا دل من می سوزه به این وطن و یقین دارم که در این شو روز اوی در دوستا و نور چشمی ها که منتظر هستند که بخیر ویزه سایوی یا ویزه پیدور بگیرن و برایان یک اندازه سر من قهار هستین عزیزا و تمام کامنت ها و مسیج هایتان دیروز شنیدم نمیدانم این شعر شاعری را بس کو که مرا لیف لیف هم کنین عزیزا شعر احساس درونی شاعر است شعر کم نمیشه شعر به دل من نیست خواندن زمزمه شعر را که شعرا گفته و امروز در میان ما نیست و درد داشتن رنج داشتن بی وطن بودن و همو احساساتشان نه تفنگ داشتن نه توپ داشتن در قالب شعر بیان میکردن حال فکر میکنین که من قلوده هستم که من زمزمه میکنم من نمیفهمم که صدای من برای امام خوب است این از بسه که در این روزا گپ زدیم صدای من ببینین همو نازکی و چی صداگه که نفیس داشتم نازک نازک صدای نبا به غرغوری واره اما افتخار میکنم میگم میرم در خدمت وطن دارم برای مردمم چیغ میزنم داد میزنم شعر میگم بیت میگم یک قلوده هم من نیستم عزیزا یکان تا از شما میگم بیت نخوان که من میفهم که من انجره ندارم این انجره را نعمت الهیز برای یکان کس داده خداوند نعمات خود همیشه تقسیم کرده عزیزا یکی را انجره داده یکی را قوی گویش داده یکی را شاعر ساخته یکی را به اصطلاح نویسنده ساخته یکی را ژورنالیست ساخته یکی را رقاص ساخته که باز رقاص هم میگیم در حالی که در کشورهای دیگر رقص یک مکتب داره حالا به این اصل که پی ببریم میاییم سر قدسیت شعر که دیروز یک شعر خواندم از ظفر بود که ما را برای غیر چه ارزان فروختن مثل متاع خیش به بازار فروختن اخوان دستفروش به بازار اجنبی ما را به شادیانه دزدان فروختن آتش زدن به رونق کاشانه های ما آتش زدن به رونق کاشانه های ما گود جاب ما را میان آتش سوزان فروختن واو گود جاب ما را میان آتش سوزان فروختن از بحر نان خی شریفان نابکار ما را به صد فسانه به دونان فروختن زین Oh thank you you're so kind appreciate it I thought I would have one for my dog to play with said oh really if you need it you can take yeah. I love dog Yeah, that's all right. But you're so generous. Thank you very much. You're welcome. مردم امریکا رو ببینین یک توپ خطا خورد یک کلان وزیرش گفتی توپ تا بگی کال سگم نگیره من گفتم من سگ دوست دارم گپ از سگ شد
مشو غماز کس نزدیک شاهان، بترس آخر ز آه بیگناهان، که آه بیگناهان سخت گیرد، بس کس راز تخت و بخت گیرد. یک دوست تلفن کرد که ندیدین که من چون سمت جنوب چطور شد و شمال شد، البته بد کردن. من گفتم من او گپا کار ندارم که کی بد کرد، اما همه قمی فهمم که با خبر باش که امروز تو فردا داره. خب گپ از کجا در کجا میره؟ امروز من سه کار دارم عزیزا. یکی اینجا پارتنرم هست، امی رفیقم که همراه من تنس بازی میکنه، اعصابشام خراب است. یکی از اینجا منتظر یک کارشناس هستم، یک کارشناس دیگه در تلفن گفته سوالای شما راجع به پی دو پی سه و پی چار هم میرسه. من تو گله ما چی است؟ میگه من از بیگانگان هرگز ننالم، که بر من هرچی کرد آن آشنا کرد. حالا گله عزیز عزیزا که شما گفتین که قشیر شاعری رو حوصله کنین و دوستا، من میفهمم که شما مخصوصا جوانا در فکر عزیزتین که ویزه سایوی رو بگیرین، ویزه پی دو رو بگیرین، ویزه پی سه رو بگیرین. اما من براتون گفتم که من یک آدم عادی هستم، من خود وزیر خارجه نیستم، من خود رئیس امیگریشن نیستم عزیزا، که الان ترقه سوالای شما رو جواب بدم یا کارشناس خود نیستم. در رده یک پرسنده هستم، در رده یک خبرنگار هستم. سابق در قدیما خبرنگار مخبر میگفتن، اما مخبر چیز دیگه است، خبرهای منفی رو جاسوسی میکنه. من در رده یک خبرنگار آزاد هستم که بی طرف، بی غرض، با وجدان پاک هر سوالی که بود اونو رو مطرح میکنم. یک عزیز پرسان کرد که من چه میشنگ تو رو نفهمیدم. یک طرف از مرحوم رازق خدا بیامرزه ماندی که رازق تو کجایی که بدخشان فروختن، قندار فروختن، هرات فروختن، اروزگان فروختن. در صفحه دیگه تعین خواندن در وصف احمد شای مسعود است، مسعود تو کجایی که پنجشیر فروختن، کابل جان فروختن. من گفتم شعر است، هر کسی که میخوانه نام هر کسی را که میارین پیش من فرق مهم نیست. من در هر طرف هستم، طرف پشتون هستم، طرف رازق هستم، طرف مسعود هستم، طرف حق هستم. اما اون خواندن های عاطفی است که آلات بیان میکنه. حالا این شعر که من خواندم پیشتر، ما را برای غیر چه ارزان فروختن. حال خوب است که امیر در دو کلمه شعر یا دو فرد شابت نظیر ظفر بگوییم که ما را فروختن، وطن ما را گرفتن، مردم را سوختاندن، یا تشریعات بتم مردم دیدین که چی حال شد اون خو میگه نا. اما میگه آسان ترین طریقه جمع را زرد گوید. دیگه او عزیزی که خسته شد که تو غیر شعر میگی وطن خون میباره، خو شعرهای ما هم کلش وطنیست. مثلا شعر دیگه را گفتم که ای وطن داخترین دوزق دنیا شده ای، به سر ملت خود خط چلیپا شده ای، تیغ فرزند خودت سینه پاکی تو درید، زیر پای قدم خیش تای پا شده ای. کلش از خودت است، ار طرف می نگرم نقش و نگار نسب است، و تماشای خودت غرق تماشا شده ای، دامن پاک تو آلوده به تریاک شده. حالی جنگ تریاک امروز نیست چیز عزیزا، جنگ دلار نیست چیز، جنگ چوکی نیست چیز، جنگ قدرت نیست چیز، دامن پاک تو آلوده به تریاک شده. اما مجنون تو گشتن که لیلا شده ای، حالا میگه پا دروغ است. پاره شد صفحه پاره شد صفحه تاریخ تو از دست رقیب، تن ویران تر از پیکر بودا شده ای. بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، با خبر باش که بازیچه دنیا شده ای. نشده افغانستان بازیچه دنیا. امروز اون یک جلسه است که ابر قدرت های دنیا شرکت میکنه، به شمول آقای خلیلزاد و آقای عبدالله. بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، با خبر باش که باز بگی واوا. بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، با خبر باش که بازیچه دنیا شده ای. بعد از این طاقت فریاد ندارد دل من، با خبر باش که بازیچه دنیا شده ای. قصه عشق تو گرم است به هر شهر و دیار، قصه عشق تو گرم است به هر شهر و دیار، ای وطن با تو چه کردن که رسوا شده ای. دیده ای از خود بیگانه قدمگاه تو شد، با همه بی کسیت محرم دلها شده ای. سالها دست نوازش به سرت کس نکشید، چقدر پیش خودت
چقدر پیش خودت بی کس و تنها شده ای؟ تو مپندار که رفته ایم و فراموش شدی و فدای سرت ای خواب که بی ما شده ای. آری چی ما نامیتن؟ دگه خیر است میگه من از بیگانه ببخشید من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هرچه کرد آن آشنا کرد. ببینین در پنتاگون میرم، در وزارت خارجه میرم، در قصر سفید میرم، چیغ داد شعر میگم، بیت میگم، میگن آفرین، بارک الله، جزاک الله، کی زن به خاطر وطن خود صدا بلند میکنه نمیفهمن. شما ای وضع که بگوین خانه تاباد تشکر که در این وقت همی شعرم مرهم میگذاره به دل بعضی ها که میگه همی درد دل ماست که تو درد دل ما را بیان میکنی. و شما ششتین که ویزه سایوی و ویزه پیتی خیرتون بخواین عزیز و متبقی بقیه مردمی که اونجا هست وا چی کنن؟ کارتان هم میکنم، ویزه هم میرم پرسان میکنم، هر روز سوالایتان هم به وزارت خارجه روان میکنم. اما یک کمکی که اصف فکر پیدا کنین که همی من کی هستم؟ من کدام رئیس اجرایی هستم؟ من کدام وزیر هستم اینجا؟ من کدام فرست لیدی هستم؟ من کدام عضو انتلیجنس سرویس هستم؟ من کدام مخبر هستم؟ من چیستم؟ یک خبرنگار صادق، یک خبرنگاره که دمی حد توان شو و روز خودم وقف شما کنیم. خب والا این همه قگله بود، من چیز را در دلم نگاه نمی کنم عزیزا، یعنی باز کی نمیشه بگم خلاصه میگه صورت نبست بر دل ما کینه ای کسی، آینه هرچی دید فراموش میکنم. ما که هستم عزیزم مثل آینه هستم. صورت نبست در دل ما کینه ای کسی، آینه هرچی دید فراموش میکنم. من این از دل خود کشیدم آمدیم سر سوالای شما. اما پیش از سوالای شما با توجه به این آشفته بازار جنگ و جدال که ولایت ها یکی بدگه به طالب میره و تقسیمات میشه و رسولی به یکی و شهر به یکی، اما دیروز من به پنتاگون رفتم، بسیار متاثر شدم، مایوس شدم، پرسان کردم که پاکستان عقب از این فعالیت های تروریستی است، دوست ماست، دشمن ماست، چرا شما فشار سر پاکستان نمیارین؟ سخنگوی پنتاگون آقای کربی با وجودی که بسیار مرد با حوصله است چیز نگفت. سخنگوی کاخ سفید هم به می ترتیب، یعنی نشان می ده که پاکستان پیش از و مهمتر و آبروتر و عزتتر نسبت به افغانستان است. تقریبا 10-12 سوال در مورد افغانستان چرخید که شما که افغانستان را رها کردین طالبان پیش روی می کنند، اکشن ها یا اکسالعمل های شما چی خواهد بود، آینده چی می شه؟ و شما گفتین که 300 هزار نیروی پلیس افغانستان داره، کیپبل هستند، یعنی توانایی دارند که جنگ کنند، جنگ هم نکرد. سوال های متعدد ضربه ای، اما سخنگو و ملکوان مستقیم پا خپل مکانیم که خزان را باندی را شکه بهار یک جواب داد، گفت دولت مردای افغانستان میفهمند که کشورشان و من استاد شدم سوال کردم که شما توافقنامه با طالب امضا کردین که دیگر جنگ نکنن، توافقنامه چی شد؟ موافقتنامه استراتژیک امنیتی که بین دو کشور امضا شد کسی در وقت آقای ترامپ رئیس جمهور پیشین امضا شده، دیگه ما پول میتیم، کمک میکنیم غیر مستقیم. گپای شما تو مانا داد که مردم افغانستان و رهبرای افغانستان باید 300 هزار نیرو دارن، استفاده خوب کنن. این گپایی که راست هم میگه، 20 سال 30 سال کمک کردم، پیسیشان در غلبال رفت. گفته اما وزیر دفاع امارات و وزیر دفاع برطانیه هم صحبت هایشان شنیدن که او گفت امریکا مستیک یا غلطی کرده که افغانستان در این حالت ایلا داده. اما من سر برطانیه اعتبار ندارم، باش که باز زیر کاسه چینیم کاسه مگرایه. حتما میگه شما هم برآمدین، ناتو هم برآمد، با توجه به اینکه انگلستان خودش یک عضو قوی نیتو است، انال سالها همی لشکرگاه و المند ما به دست بریتانیا بوده که تریاک خوب داره. من خود تجربه نکردم، میگن که از شیش و تریاک و چارس و اینا خوب از خورد بودم در مپارک شار نو باز یکان برادرای ما چارس میکشیدن، باز میگفتی به چیز میگفتی به توی فقیریست و با کوی مستان دور قبر گلستان، این میگه پای دورای طفولیت ما یادم میاد. خلاصه پیشترم گفتم که دامن پاک تو آلوده و تریاق شده، همه مجنون تو گشتن که لیلا شده ای. دیگه هر مملکت برای مطلب خود دلبری میکنه و از این مقامات ما در مورد افغانستان دیدم که نه،
هر پلانی که بود، هر برنامه‌ای که بود، من نمی‌خوام از خود چیزی بگویم. اینا تسلیم کردن به دولت مردای افغانستان و به طالبان. اینا میگه که خودشون باید رهبر خود تعیین کنن. چنانچه جلسه روم شما به خاطر دارین، من به اوریشه ها نمیرم، خودتان میگه خود جور کنه. و امروز شنیدم که آقای خلیلزاد، آقای عبدالله به طرف دوه رفتن که باز یک من بیباور هستم عزیزان. من بالکل به این مسائل وقت گوشی است و کشورهای معتبر چین و روسیه و ازبکستان و هند و پاکستان و همگی رفته زاغ و زنبور بازان میمانی هاست و خوراک هاست و انجای کردن هاست. آخر روز باز یک نتیجه میگیره و به نتیجه پس میان و باز اونمو جنگ است و طالبان چند گروه است و در کل در افغانستان 25 گروه تروریستی است عزیزان. یکیش اگه جور بیایه باز یک گروه شانتلو گفته از آدم پس طالب یک گروه دیگر میسازه، الهی که خداوند یک معجزه کنه و خود ما از عقل خود کار بگیریم. عقل برای چی داده خداوند؟ میگه علم کشتی کند به جوینده، راه یابد به آفریننده. وقتی که علم بیاموزیم میگه از گوارت تا گور دانش آموز. وقتی که ما عقل خود را در کار پرتیم، ما فکر میکنم دیگه که گپ حل میشه عزیزا. پس سال میای مینی گپا بود. امیدوار هستم که جلسه که آقای عبدالله رفته و آقای خلیلزاد و این مردم های جلسه دعا نتیجه بته. دعا میکنیم، دعای خیر. و میاییم سر اون مردم هایی که خانه به دوش هستن، الهی پروردگارا که ای دشمنای ملت رو سرنگون کنن که در ای آمد آمد خزان و زمستانی نمی آید. اینا بیچاره جای به جای شوند و از ایالت سرگردانی رهایی پیدا کنن. مسئله ویزه سایبیره که دو سوالتان آمد دیروز جواب گرفتم عزیزان، که امو شرایط شما نداره که با امریکایی کار کرده باشین، این تکرار است. اما تغییرات نوه که گفتین به مملکت سوم رفتن مشکل است، اینا هم سرش کار میکنن و جواب خود وزیر داد که دیگه دو از دوست خود خیش خود اقاره بخواد. یکی از دوستا سوال کرد که ما در نیروهای ناتو کار کردیم با امریکایی ها. ناتو یعنی ایساف، نیروهای ناتو امریکا رو به نام ایساف میگفتن اگه غلط نکردم، حمایت قاطع. اونجا هم که کار کردین یا او سومرین یا ای سومرین، اونا بریتانیا هم یک تخصیص داده. حالا من از دل خود عقل ما به کار مندازم، حال چه من دروغ غلط غلط برتان معلومات بتم که آی نیگه پس رفتیم. بناهن مرا اجازه بتین که اگر چان سیاری کرد که من مستند دقیق تا که نباشه، از خود اینمی شعر میگم و از خود امیره میگم که عقلم چی میگه، از خود امیره میگم که جنگ نیابتیست یا پراکسی وار در افغانستان روان است، از خود اینیگه پاره که هم چیزی که منطق میگه. اما فکتواری که در ویزه پی دو، پی سه و پی چار که می آیا و که نمی آیا و بالاخره اینا چی می کنن، من معلومات ندارم. ویزه لاتری را گفتین تمام ویزه ها سر جایش است، منتها یک ذره تعداد نفر است به نوبت ماندن که نوبتش برسه. یک عزیز پرسان کرد که لاتری امریکا هم مثلا اکسپایر یا تاریخ تیر شده می شن. از 2018 باید 2018 بیاید، 2019 و 2020 تاریخش تیر می شه. این معقول ایده. امروز سوال ایمیل کردم به وزارت خارجه که این مسئله ویزه لاتری چطور است که مردم افغانستان نگران. با سخنگوی پنتاگون هم گفتم که مردم افغانستان